سلسله مراتب نیازها اصطلاحی بود که مازلو اولین بار به با عنوان یک روانشناس انسانگرایانه در قالب یک هرم ارائه داد مازلو اعتقاد داشت که اگر این هرم به صورت طبقه طبقه در افراد جامعه ارزا نشه و افراد نتونن از همه این طبقات به خوبی عبور بکنن به تب نمیتونن به خودشکوفایی یا همه تجربه قله و رسیدن به بهترین ورژن یک فرد در واقع برسن حالا باید ببینیم که این نیازها توی این طبقاتی که مازلو اومده تعریف کرده در واقع چیه و چجوری میتونه تأثیر بذاره روی روند رشد روانی یک فرد چون به اعتقاد مازلو عدم پاسخگویی به این نیازها و یا عدم درک این نیازها باعث ایجاد مسائل و مشکلات روانی مختلف میشه خب اولین طبقه نیازهای فیزیولوژیکه نیازهای فیزیولوژیک یعنی همون غذا، آب، اکسیژن، تنظیم دمای بدن، دفع زایاد، استراحت، فعالیت و رابطه جنسی. در واقع وقتی این نیازها درک نمیشه و یا پاسخ داده نمیشه افرادی, افرادی که تو اون جامعه هستن یا افرادی که تو اون خانواده هستن نمیتونن در واقع به مرحله بعد برسن و در واقع بتونن به راحتی به خودشکوفایی برسن مثلا وقتی ما جوامعی رو میایم بررسی میکنیم که این جوامع پیشرفته هستن میبینیم که این نیازها در طبقات زیرین به راحتی داره درشون ارضا میشه و به خاطر همین این جوامع میتونن پیشرفت کنن یا حتی در مقیاس کوچکتر خانواده هایی رو وقتی میبینیم که از سلامت روان خوبی برخوردار هستن میبینیم که این نیازها در واقع در افراد این خانواده به صورت درست و مناسب هم درک شده هم ارضا شده به واسطه همینه که اینا میتونن این خانواده ها میتونن از سلامت روان بهتری در واقع برخوردار باشن یعنی در واقع خانواده ای که دچار فقر و نیازهای فیزیکی اولیش در واقع تامین نمیشه یا جامعه ای که دچار فقر شده و دچار مشکلات اقتصادیه خب به تبع این افراد نمیتونن به در واقع پله های بالاتر برسن یا جوامعی که انسانهای روابط انسانی رو داره محدود میکنه و اجازه نمیده نیازهای بین فردی آدم ها اونجوری که خودشون دوست دارن در واقع ارضا بشه عملا این افراد رو درگیر یک طبقه ای کرده که مانع از این میشن که برسن به طبقه بالاتر دومین در واقع طبقه از این هرم نیاز به امنیت و آرامشه در واقع نیاز به امنیت و آرامش یعنی مثلا پرهیز از رویدادهایی که خطرسازه مثل آتش سوزی، سیل، بیماری های جسمی، ایمنی در واقع از تهدیدهای فیزیکی و روانی، ترس از مثلا ناشناخته ها، اهمیت نظم و روتین خب وقتی یک جامعه نیاز به امنیت و آرامش درش ارزان نمیشه مثلا در یک جامعه ای که همش حوادث طبیعی داره اتفاق میفته به عدم در واقع مطالعات زیرساختی و تخصیص دادن بوجه های لازم برای جلوگیری از این مسائل و یا وقتی یک جامعه ای نظم و روتین مشخصی نداره یعنی قانون درش مفهوم کلی نداره و هر روز میتونه تغییر بکنه و هر روزی اتفاق جدید در اون جامعه میفته خب به تبع افراد این جامعه نمیتونن در واقع به برسن یا خانواده هایی که درش امنیت و آرامش وجود نداره والدین پدر مادر یا افرادی که توی در اون خانواده هستن نمیتونن این طبقه از نیازهای کودکان رو ارضا بکنن و بچه ها همیشه در ناامنی و ناآرامی هستن خب به طب نمیتونن به طبقات بالاتر برسن طبقه بعدی نیاز به محبت و تعلقه یعنی محبت دادن و محبت گرفتن عاطفه اعتماد به دیگران پذیرش و مورد اعتماد دیگران قرار گرفتن تعلق داشتن به یک گروه خاص مثل خانواده دوستان همکاران و اینطور مسائل اه زیر مجموعه های نیاز به محبت و تعلق دوباره وقتی ما میبینیم توی یه جامعه‌ای که نیاز به محبت و تعلق داره از بین میره یه سری از آدم‌ها اقلیت میشن به واسطه تفکرات دینی مذهبی یا سیاسیشون یا یه سری از گروه ها محدود میشن اجازه نمیدن شما جزء هر گروه یا اندیشه‌ای که دوست داری باشی حالا از گروه های ورزشی و سیاسی و مذهبی گرفته تا هر ایدئولوژی و تفکر دیگه‌ای میبینیم که اون جامعه خب اولا نمیتونه در واقع به کفایی برسه و در اینجا متوقف شده یا در واقع یک خانواده که نیاز به تعلق داشتن رو حذف کرده و محبت رو نمیده به بچه ها اعتماد نداره به همدیگه اعتماد ندارن و یا تصور میکنن که این فرد فقط باید متعلق به خانواده باشه و اجازه داشتن آزادی های طبیعی که حقش رو بهش نمیدن خب مثلا اون فرد به تب چون این نیاز درش ارضا داده نشده و در واقع پاسخ داده نشده خب نمیتونه به مرحله بعدی برسه مرحله بعدی نیاز به عزت و احترامه نیاز به عزت و احترام یعنی عزت نهادن و احترام گذاشتن به دیگران از توی دیگران مورد عزت و احترام واقع قرار گرفتن در واقع عزت نفس و حرمت قائل شدن برای خود احساس لیاقت و کفایت کردن و مورد احترام قرار گرفتن از جامعه خب حالا دوباره وقتی در جامعه این که افراد احترامی ندارن یعنی شما به واسطه اینکه اه... یک تفکری داری یا به واسطه اینکه یک اندیشه خاصداری از جانب جامعه محترم نیستی حالا میخواد این عدم احترام به واسطه نوع موت باشه یا به واسطه لباسی که میپوشی یا به واسطه اندیشه یا تیمی که بهش علاقه داری یا رنگ پوستت یا ژن و نژاد و شهری که درش بزرگ شدی خب وقتی اینجا مورد احترام قرار نمیگیری در این جامعه عملا این جامعه نمیتونه به مرحله بالاتر برسه و عملا اجازه نمیده که افراد به خودشکوفایی برسن تو خانواده هم, هم همینطور وقتی توی خانواده این نیاز به احترام در واقع ارزان نمیشه و افراد خانواده یک یکی از اعضای خانواده رو به واسه اینکه مثلا مرد یا زن یا دختر یا پسر مورد احترام قرار نمیدن یا اگر شما اندیشه های جنسی خاص داری دگر باشی یا یک اندیشه دیگه داری توی اون خانواده مخالف در واقع تفکرات اون خانواده هستی داری عمل میکنی وقتی اون خانواده به عنوان والدین و سرپرستان احترام لازم رو به شما نمیذارن خب عملا شما نمیتونی وارد مرحله بعدی بشی یه، که در واقع مرحله بعدی همون مرحله فعالیت های ذهنیه عملا شما نمیتونید از این مرحله رد و به اون مرحله برسیم حالا فعالیت های ذهنی چیه؟ نیاز به فعالیت های ذهنی طبقه یه که درش دانش و درک، کنجکاوی، اکتشاف، نیاز به معنا و قابل پیش بودن یعنی مشخص بودن تکلیف و کاری که داری میکنی باید ارضا بشه حالا دوباره در جامعه ای که کنجکاوی و نیاز به فعالیت های ذهنی درش درست پاسخ داده نمیشه مثلا به شما میگن که به واسطه نوع مذهبت نباید پرسشگری بکنی یا تو نباید مخالف یک اندیشه مذهبی سیاسی یا دینی یا غیر دینی یا ورزشی یا هر چیز دیگه ای باشی یا مثلا بهت میگن که تو چون دختری نباید در فلان رشته شرکت بکنی در انچه مانع فعالیت ذهنی تو در یک رشته خاص میشه یا حالا خانواده ای که اجازه نمیده شما یه فعالیت ذهنی خاص رو انجام بدی مثلا به شما میگه که نه چون تو مثلا جنسیتت مثلا پسره اجازه نداری مثلا بری کلاس گلدوزی یا چون مثلا تو دختر هستی نباید بری مثلا کلاس کاراته یا یک فعالیت ذهنی خاص رو به واسطه یک عاملی اجازه نمیدن که شما بهش بپردازی عملا طبقه فعالیت ذهنی رو نمیذارن شما درش در واقع بمونی و یا درش در این طبقه به ارضا برسی که بتونی رد یا به خود شکوفایی برسی و به مرحله بعدی برسی یا در واقع شما میبینید که در یه سری کشورها مثل کشور خودمون آموزش در سطح ابتدایی و بدوی هم در خیلی از شهرها و روستاها و در واقع قبایل ارائه داده نمیشه به واسه اینکه شما زبانت یه چیز دیگه است مثلا اجازه نمیدن که به اون زبانی که دوست داری درس بخونی یا مثلا اجازه بد نمیدن چون اندیشه و تفکرت مثلا یه چیز دیگه است اون اندیشه و تفکری که خود دوست داری رو مثلا مورد مطالعه قرار بدی در این خب این باعث میشه که اون جامعه نمیتونه وارد مرحله بهتر بشه مرحله بعدی نیاز به زیباییه نیاز به زیبایی یعنی لذت از زیبایی بردن مثلا از طبیعت لذت بردن از هنر لذت بردن توازن و تقارن داشتن تعادل نظم و فرم داشتن خب نیاز به زیبایی یکی از نیازهایی که در بالای حرم قرار گرفته و همونطور که شما میدونید با توضیحاتی که من بتون دادم متوجه میشین که این طبقه برای رسیدن به این طبقه شما باید طبقات قبلی رو حتما رد کرده باشی و یا باید نیازهات در طبقات قبلی ارضا داده شده باشه وقتی شما نیازها در لیول های پایین مورد ارضا قرار نگرفته خب مسلما نمیتونی از زیبایی لذت ببری حالا لذت از زیبایی وقتی شما میبینی در جامعه چجوری داره باش برخورد میشه مثلا به شما اجازه نمیدن که اون موسیقی که دوست داری اجرا بشه هنرمندا اجازه ندارن اون هنری رو که دوست دارن در واقع ارائه بدن ارزش های هنری از بین رفته موسیقی و یا تئاتر یا سینما همه اینا به ابتزال کشیده شده و در واقع یک سیستمی داره تلاش میکنه که همه اینا رو منحصر بکنه و از شما در واقع من بکنه عملا خب این نیاز در جامعه ارزان نمیشه و در سطح خانواده هم به واسطه اینکه نیازهای قبلی ارضا نشده فرد نمیتونه به اونجا برسه در واقع خانواده نیازهای طبقه بالاتر رو همیشه بیدلیل میدونه و در واقع بی ضرورت میدونه به خاطر اینکه شاید حقم داره چون هنوز نتونست این نیازهای پایینی رو ارضا بکنه وقتی درگیر قضا و طبقات پایینه و یا درگیر مثلا احترامه یا درگیر آموزشه چجوری میتونه به این فکر کنه که من اجازه بدم بچم مثلا به موسیقی بپردازه یا در واقع به هنر دیگه‌ای بپردازه یا از زیبایی لذت ببره و در واقع وقتی زیبایی ابزاری شده برای ارضا کردن نیازهای طبقه پایین یعنی فرد سعی میکنه که زیباتر باشه که بتونه یه پولی به دست بیاره یا غذایی به دست بیاره یا مثلا شغل به دست بیاره خب عملا مفهوم و ارزش واقعی زیبایی رو نمیتونه داشته باشه و نمیتونه لذت ببره از اون طبقه و در نتیجه ما میبینیم که این جامعه ها جامعه های و در واقع بدور از هنرترن هن. و عملا لذت از زیبایی که در این طبقه مازلو گذاشته به ما اینو میگه که وقتی یک جامعه ای توان ارضا کردن نیازهای خودش رو به صورت طبقاتی نداشته مسلما در این طبقه نمیتونه درک بکنه این نیاز و طبیعتم هم که یکی از نمودهای زیباییه و در واقع یکی از مسجلترین نمودهای هنر در طبیعت یکی از در واقع قشنگ تابلوهایی که ما اطرافمون داریم همین طبیعتمونه اینجا متوجه میشیم که چرا آدما در یک جامعه ای که نیازهاشون به صورت درست ارضا نشده و یا در خانواده ای که به صورت درست پاسخ داده نشده چرا نمیتونن به این طبیعت در واقع احترام بذارن و ازش لذت ببرن در انچه هی سعی میکنن خرابش کنن از بین ببرنش کثیفش کنن و یا اصلا درک نمیکنن که وجود این طبیعت به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای ارزای نیازهای زیبایی در ما انسانها چقدر مهمه و در واقع بعد از این مرحله آخرین مرحله یه هرم مازلوس که همون خودشکوفاییه که در واقع در اینجا به فعل درآوردن استعدادهای بالقوه به وجود میاد تبدیل شدن به تمامی آن چیزی که میتونیم باشیم توی این مرحله اتفاق میافته و در واقع کسی که تونسته باشه در خانواده ای باشه که این نیازها رو به صورت درست و طبقاتی تی کرده باشه یا جامعه ای که تونسته باشه این نیازها رو در افراد ارضا کرده باشه حالا این شرایط رو به وجود آورده که این افراد به خودشکوفایی برسن متاسفانه مازلو توی تحقیقاتش متوجه شد که فقط یک درصد انسانها میتونن به این خودشکوفایی و به این مرحله برسن و بقیه آدمها به واسطه شرایط محیطیی که دارن نمیتونن در واقع به اون خودشکوفایی برسن وقتی مازلو داشتن پدر مادر سختگیر و بیفکر یا پدر مادری که در واقع خیلی آسون میگیرن به کودکانشون باعث میشه که فرد نتونه در واقع این طبقات رو به راحتی طی بکنه در واقع موضوع اعتقاد داشت که اگر سختگیری بیش از حد یا آزادی بیش از حد به کودکان داده بشه در واقع این باعث میشه که اینا نتونن به درستی این نیازها رو پاسخ بدن و طی بکنن حالا شاید با یه نگاهی به این هرم و این سلسله مراتب بتونیم متوجه بشیم که چرا توی خانواده ما یا در مقیاس بزرگتر این خانواده بزرگ ما که جامعه ما باشه و کشور ما باشه چرا در واقع ما نمیتونیم مثل کشورهای دیگه به خودشکوفایی برسیم و راه رسیدن به خودشکوفایی انقدر برای ما سخت و ناهمواره